ترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن بیننده بخش نخست برنامه های خبری تحلیلی ایران فردا هستید که با عنوان آن سوی خبر هر شب مروری خواهد داشت بر اهم مطالب و رویدادهای دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار دریافتی لحظه های لرزان لوزان با موجی از گمانه های مردان مذاکرات ادامه بحران های منطقه ای با حجم گسترده انتقادهای کشورهای منطقه علیه نقش مداخل جویانه جمهوری اسلامی در امور منطقه ای با تشکیل نیروی نظامی مشترک میان کشورهای عربی تازه ترین اظهار موزه هستهی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه توافق اتمی و در ادامه بازی های پرگل تیم ایران در ورزشگاه آزادی مهمترین اخبار منتخب و برگزیده امشب دوشنبه دهم فروردین ماه ایرانی است همینک پی میگیریم با شرح تازه ترین جزئیات اخبار انتخابی در تلویزیون ایران فردا با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت مذاکرات هسته در سطح لغزان شهر بارانی لوزان سوئیس بر صدر رسانه های داخلی و خارجی نشست در حالی که مهلت تعیین شده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران سهشنبه فرا میرسد نمایندگان شش قدرت جهانی و ایران به گفتگوهای خود در لوزان سوئیس شدت بخشیدند وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا آلمان و فرانسه همگی برنامه های سفر خود در روزهای آینده را لغو کرده تا به مذاکرات در سوئیس به امید به نتیجه رسیدن آن ادامه دهند این در حالی است که حتی در مقطعی از سوی خبرگزاری فرانسه اعلام شد که توافق موقت انجام شد اما بلافاصله از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شد از سوی دیگر وزرای امور خارجه چین، روسیه و بریتانیا هم در ساعات دیرتر یک شنبه به روند مذاکرات پیوستند. مقام های آمریکایی میگویند که همه طرف ها با یک روی کرده گام به گام توافق کرده اند. اما موارد اختلاف باقی است این قدرت ها که در قالب گروه پنج به علاوه یک پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و همراه نمایندگان اتحادیه اروپا با ایران مذاکره می کنند می از صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شوند ایران که میگوید برنامه اتمی اش صرفا جنبه های غیر نظامی دارد امیدوار است که در مقابل محدود کردن بخش های از برنامه اتمی تحریم ها علیه این کشور لب شود در ادامه آن سوی خبر واکنش های مردان مذاکرات عباس اراخچی از تیم ایران با فشرد توصیف کردن مذاکرات دیروز با گروه پنج به علاوه یک گفته است که طی دو روز اخیر و با ورود دیگر وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک مذاکرات شکل جدیدتری و جدیتری به خود گرفت عباس اراخچی گفته است لحظات بسیار سختی رسیده و موضوعات به جزئیات خود نزدیک شده است و بحث ها خیلی نزدیک جریان دارند مذاکره کننده ارشد ایران میگوید گو می با قاطعیت میگوییم که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده شایعات و فضاسازی هایی که صورت گرفته مشخص است که بعضن با اهداف سیاسی است ولی آنچه که مسلم است ما هنوز به هیچ توافق نهایی نرسیده ایم برای خیلی از موضوعات راه حل پیدا شده برای شاید دو یا سه موضوع هنوز به راه حل نرسیده ایم عباس تأکید می کرد که توافق زمانی حاصل می شود که همه مفاد توافق باید به دست آید و ما متنی را داشته باشیم که در مورد همه زرائف و جزئیات توافق صورت گرفته باشد قطعا توافق دو مرحله اینیز نخواهد بود همچنین معاون وزیر امور خارجه ایران اشاره می کرد ما در هر دو جهت در حال حرکت هستیم در مورد برنامه صلحآمیز هسته ایران و اعتماد سازی بحث غنی سازی ذخایر مواد هسته ای غنی شده ایران نحوه نظارت تأسیسات هسته نتنز و فردو و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق مطرح هستند که در خصوص آنها باید راه حل هایی پیدا شود که ماهیت صلحآمیز آنها نیز تایید شود و اطمینان کافی به دست آید و در مقابل باید تحریم ها نیز برداشته شود تحریم های اتحادیه اروپا، آمریکا و نهایتاً تحریم های شورای امنیت باید برداشته شوند که از اهمیت بسیار خاصی به لحاظ سیاسی و حقوقی برخوردارند شش قطنامه شورای امنیت تحریمی علیه ایران وجود دارد که حتما هر شش قطنامه باید لغو شوند عباس اراخچی در ادامه این اظهارات خود با تاکید اشاره می کرد که اینها چیزهایی است که ما به دنبالشان هستیم این مرد مذاکره درباره جلسات امروز نیز اشاره می کرد که وزرای خارجه پنج به علاوه یک و ایران با حضور تمامی وزرای خارجه نشست برگزار خواهند کرد و ما تا هر زمانی که نیاز باشد پشت میز مذاکره خواهیم بود سخنان عباس اراخچی در حالی ابراز شده است که خبرنگاران میگویند مرکز آموزش رولکس در شهر لوزان سوئیس برای کنفرانس خبری جهت اعلام تفاهم سیاسی احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک آماده می شود. همچنین از آقای اراخچی نقل شده است که اگر نشست جنبندی در کار باشد به مقر سازمان ملل در ژنو خواهید رفت در این ارتباط پیشتر یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری روی ترز می گفت که طرف های مذاکره اتمی ایران و پنج به علاوه یک به گام نهایی بسیار بسیار نزدیک شده اند و این توافق ممکن است امضا شود یا اینکه مورد موافقت قرار گرفته و لفظا اعلام شود این مقام در گفتگو با رویترز گفته است که ایران و قدرت های جهانی نزدیک به توافق بر سر توافق نامه دو سه صفحه هستند که در آن اعداد و ارقام مشخصی ذکر خواهد شد و این ارقام مبنایی برای یک توافق دراز مدت را تشکیل خواهد داد مقامات دیگر در گفتگوی با رویترز این اظهارات مقام ایرانی را تایید کردند اما هشدار دادند احتمال اینکه مذاکرات یه روزهای آینده با شکست مواجه شود هم وجود دارد مقام های آمریکایی میگویند که همه طرف ها با یک روی کرده گام به گام توافق کردند اما موارد اختلاف نیز کماکان باقی است ادامه آن سوی خبر با واکنش های سران کشورهای منطقه‌ای به لوزان از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که چارچوب توافقی که قدرت های جهانی در مذاکره با ایران در پی دست یافتن به آن هستند حتی از آنچه اسرائیل از آن می‌ترسید هم بدتر است بنیامین نتانیاهو نخواست وزیر اسرائیل دیروز در جلسه ی کابینه ی اسرائیل گفت که تا آفقی که مبانی آن در لوزان در حال مذاکره است تحریم علیه ایران را بر می دارد، اما توانایی اولیه لازم برای تولید سلاح اتمی رو در دست ایران باقی می گذارد. آقای بنیامین نتانیاهو با اشاره به تحولات یمن هشدار داده است که ایران در حال فتح کامل خاورمیانه است. نخست وزیر اسرائیل میافزود محور ایران لوزان یمن برای بشریت خطرناک است و باید متوقف شود این سخنان نخست وزیر اسرائیل با انتقادهای شدیدی از جانب برخی از ایرانیان در شبکه های اجتماعی همراه بوده است ادامه برنامه آن سوی خبر کماکان با واکنش های برخی از سران کشورهای منطقه ای اظهارات جنجالی اردوغان با واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد در این راستا ایران با دعوت از کاردار ترکیه به سخنان رئیس جمهوری این کشور اعتراض کرده است مرزی افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گفت در پی اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کاردار این کشور در قیاب سفیر ترکیه به وزارت عطا خارجه دعوت شده و مراتب اعتراض و تاسف جمهوری اسلامی ایران به او اعلام شد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران تهران درباره اظهارات آقای اردوغان از کاردار ترکیه توضیح روشن و قانع کننده ای خواسته است. آقای اردوغان که قرار است حدود یک هفته دیگر به تهران سفر کند روز پنجشنبه ایران را به تلاش برای تسلط بر خاور میانه متهم کرد و گفته بود که اقدامات ایران باعث آزردگی ترکیه عربستان سعودی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده است رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان با اشاره به بحران یمن و حمایت خارجی ها از شبه نظامیان شیعه حوسی این گونه اشاره میکرد که این وضعیت غیر قابل تحمل است و ایران باید متوجه این موضوع باشد با وجود افزایش انتقاد چهره ها و گروه های سیاسی ایران از اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه و درخواست محافظ کاران برای لغو یا تعویق سفر او به تهران حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران می که در برنامه سفر رجب طیب بردوغان به ایران تغییری ایجاد نشده است در سوی دیگر اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران دیروز با تاکید بر لزوم لغو سفر آقای اردوغان به خبرگزاری فارس می گفت که اگر دولت این کار را نکند مجلس در هفته آینده و پس از بازگشایی حتما این مسئله را پیگیری خواهد کرد کماکان بیننده برنامه خبری تحلیلیان آن سوی خبر از ایران فردا هستید با تازه ترین اخبار تنشی از کشورهای منطقه ای با جمهوری اسلامی با تصویب تشکیل نیروی نظامی مشترک اعراب سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در کنفرانس شرم و شیخ بر ایجاد یک نیروی مشترک نظامی عربی توافق کردند سران کشورهای عربی برای بحث در مورد تحولات یمن و تهدید نیروهای ستیزجو در سوریه و عراق در این نشست شرکت کردند به گفته تحلیلگران تدوین هیته وظایف و ترکیب نیروی نظامی تازه ماها طول خواهد کشید همزمان نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب این گونه می گفت که حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی در یمن تا زمانی که این گروه سلاحهای خود را تسلیم نکند و از مناطقی که اشغال کرده عقب نرود ادامه خواهد یافت آقای عربی این سخنان را دیروز و در آغاز دومین روز از اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم و شیخ مصر بیان کرد روز گذشته حملات هوایی علیه حوسی ها در کشور جنگ زده ی یمن برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت و از جمله باند پرواز یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی صنعا مورد حمله قرار گرفت خبرگزاری رویترز به نقل از ریاض یاسین وزیر خارجه یمن که به همراه رئیس جمهوری قانونی یمن در کنفرانس سران عرب در شرم شیخ شرکت کرده است یادآور می شود که این حملات هوایی نظامی باعث قطع خط هوایی میان ایران و یمن شده است به گفته ای آقای یاسین روزانه دستکم دو پرواز حوسی را با قطعات نظامی ارسالی توسط ایران تجهیز می کرده است همزمان عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن احمد علی عبدالله صالح پسر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین را از سمت سفیر این کشور در امارات خل کرده است گفته می شود که نیروهای وفادار به آقای صالح در کنار حوسی ها می جنگند دیروز ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفت حملات علیه حوسی ها را تا خونسا شدن کودتا در یمن ادامه خواهد داد ادامه می دهیم کماکان با رویداد و جزئیاتی از اخبار یمن احمد عبدالله صالح یک روز پیش از حمله اعتلاف عربی اسلامی به یمن مخفیانه به ریاض رفت و با وزیر دفاع سعودی امیر محمد بن سلمان دیدار کرد ایشان در این دیدار خواستار آن شد که خود و پدرش از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شوند و دارایی هایشان آزاد شود آن وقت آنها دست از حمایت حوسی ها برخواهند داشت وزیر دفاع سعودی با رد این پیشنهاد یادآور شد تنها راه در برابر پدر و پسر تسلیم به دولت قانونی یمن است در خبر دیگر در همین زمین سعود الفیصل وزیر خارجه کشور پادشاهی عربستان سعودی در واکنش به نامه رئیس جمهوری روسیه به نشست اعراب در شرم و شیخ او را درو خواند به گزارش خبرگزاری رویترز سعود الفیصل می گفت ولادیمیر پوتین تا زمانی که با حمایت از بشار اسد بی ثباتی در خاورمیانه را شدت می بخشد نباید درباره صلح حرف بزند به گفته این مقام سعودی پوتین به شکلی درباره مشکلات خاورمیانه صحبت می کند که انگار روسیه بر این مسائل نفوذی ندارد ولادیمیر پوتین در نامه خود به اجلاس اعراب در شرم شیخ در مصر از حمایت روسیه و آرزوی اعراب برای آینده مرفه و همچنین حل مشکلات خاورمیانه نوشت و از تشکیل کشور مستقل فلسطین نیز حمایت کرد از کشورهای عربی سری میزنیم به لبنان و میخوانیم تازه ترین گلایه ها و اظهارات ناقدانه سعد حریری فرزند رئیس نخست وزیر پیشین کشور لبنان به حزب الله لبنان سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان به سخنان دبیر کل حزب الله علیه عربستان سعودی اعتراض تندی داشت سعد حریری رهبر جریان المستقبل و لبنان سخنان حسن نصرالله، الله دبیر کل حزب الله لبنان در ارتباط با عملیات نظامی عربستان در یمن را کین توزانه و منزجر کننده توصیف کرده است حسن نصرالله روز جمعه گفته بود که حمله عربستان به یمن شکست خفت باری خواهد خورد و مهاجمان تحقیر خواهند شد در این راستا سعد حریری که یک دوره نخست وزیر لبنان نیز بوده است در توییتر خود حزب الله و دبیر کل آن را متهم کرد که منافع ایران را بر منافع ملی لبنان ترجیح داده است همین گزاره معکوسی که ایرانیان نیز این دیدگاه را دارند که جمهوری اسلامی همواره مدافع منافع لبنان هست ادامه اخبار بحران روابط عربستان و ایران دامن هاشمی رفسنجانی را گرفت و خبر از لغو سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی میرسد سفر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران به کشور عربستان در پی حمله نظامی این کشور به یمن به دستور رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاد به گزارش خبرگزاری مهر قدرت الله علی خانی مشاور رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد رفسنجانی سفر خود را لغو کرده است از دو سال پیش قرار بود رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام به عربستان سفر کند ولی هر بار رهبر رژیم ایران به بحانه ای مانع از انجام این سفر شده بود روز گذشته آقای هاشمی رفت سنجانی حمله هوایی عربستان سعودی به یمن را یک استراتژی نادرست و بازی با آتش توصیف کرده بود این مطلب در حالی عنوان می شود که رفسنجانی بارها به طور تلویحی ماجراجویی های سپاه را در خارج مرزهای ایران محکوم کرده بود و در مورد یمن نیز به شدت مخالف مداخله ایران بود از یمن به عراق می رویم کشته شدن دو پاسدار در تکریت تازه ترین مصادیق از ماجراجویی های جمهوری اسلامی ایران در کشور همسایه عراق است سپاه پاسداران از کشته شدن دو مشاور نظامی عضو سپاه در تکریت زادگاه صدام خبر داده است سپاه پاسداران می گفت این دو نیروی سپاه پاسداران در تکریت اراق توسط پهپاد نیروی آمریکایی کشته شدند به گفته وبسایت سپاه نیوز علی یزدانی و هادی جعفری که این وبسایت و برخی وبسایت های دیگر آنان را مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق معرفی می روز سوم فروردین کشته شدند سپاه نیوز می علی یزدانی به همراه هادی جعفری طی عملیاتی در تکریت عراق برای مبارزه با عوامل تکفیری توسط پهباد نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدند وبسایت سپاه پاسداران اشاره بیشتری به جزئیات کشته شدن این دو نفر نکرده است این در حالی است که پیش از این وبسایت دانا نیز نوشته بود که جنازه هادی جعفری بر اثر انفجار سوخته شده است در پی آغاز عملیات علیه گروه داعش در تکریت گزارش هایی در مورد حضور نیروهای ایرانی در کنار نیروهای عراق منتشر شده است با این حال روز پنجشنبه ششم فروردین ماه جنرال لوید آستین فرمانده مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاور میانه از خروج نیروهای شیعه از تکریت خبر داد و می گفت نیروهای شیعه در خط مقدم جبه علیه داعش در تکریت حضور ندارند و جای خود را به ارتش عراق سپردند. به گزارش منابع عراقی تا کنون ده تن از افراد سپاه در عملیات تکریت به قتل رسیدند ژنرال لوید آستین فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز پنجشنبه در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنا اعلام کرد که بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی شیعه که تحت فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه قرار داشتند پیش از شروع عملیات نیروی هوایی آمریکا برای بازپسگیری تکریت مناطق اطراف این شهر را ترک کردند به گفته منابع آمریکایی این شبه نظامیان از چند روز قبل و پس از ناکامی در پیشروی عملیات خود علیه داعش را متوقف کرده بودند ادامه ی آن سوی خبر خبری از نکوداشت دو خبرنگار ایرانی بر دامنه های آلپ خانواده میلاد حجت الاسلامی یکی از خبرنگاران ایرانی کشته شده در سانحه هواپیمای جرمن وینگز برای آخرین ودا به محل سقوط این هواپیما در رشته کوه آلپ رفتن آقای حجت الاسلامی خبرنگار ورزشی خبرنگار تسنیم و حسین جوادی خبرنگار ورزشی روزنامه وطن امروز دو نفر از 150 سرنشین کشته شده هواپیمای جرمن وینگز بودند که در نزدیکی محل سقوط هواپیما سنگ یاد بودی برای کشته شدگان این حادثه قرار گرفت خانواده ها از ملیت های مختلف برای ودا با عزیزان خود در دو روز اخیر به کوه های آلپ برده شده اند خبرگزاری مهر نوشت که مادر پدر و خواهر میلاد در این مراسم حاضر بودند دو خبرنگار ایرانی کشته شده برای دیدن بازی تیم بارسلونا به اسپانیا رفته بودند آخرین وضعیت حمله کنندگان به علی متحری سخنگوی وزارت کشور ایران گفت برای برخی متهمان حادثه حمله به علی متحری در شیراز قرار صادر شده است به گزارش ایرنا حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی روز یک شنبه و در حاشیه مراسم همسر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اشاره می کرد که رئیس جمهوری درباره حادثه شیراز و حمله به آقای علی متحری دستور رسیدگی صادر کرد تا هر کس که قصور کرده یا مقصر است شناسایی شود آقای امیری سخنگوی وزارت کشور میگفت در فیلم حادثه چهره عواملی در آن مشخص است اسامی افراد نیز مشخص شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است که در حال احزار آنها هستند امیری همچنین می گفت برای چند نفر نیز قرار بازداشت صادر شده و چون رسیدگی به این موضوع مستمر بوده است در حال حاضر مشغول تهیه گزارش کار هستند که در زمان معین اطلاع رسانی می شود. در این راستا سخنگوی وزارت کشور اشاره می کرد که آنچه در شیراز اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل قبول نیست و نمی توان حتی با عناوین ارزشی قانون شکنی کرد. علی متحری در اسفند ماه سال 93 که برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود مرتهاجم ادهی او در آن شهر قرار گرفت. با رویدادی ورزشی آن سوی خبر را پی میگیریم در خبرها آمده بود که ورزشگاه آزادی تهران در تسخیر افغان ها قرار گرفت برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران گویا تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی بدون حمایت تماشاگران ایرانی بازی کرد در حالی تیم ملی فوتبال امید ایران با برتری 6 0 مقابل افغانستان سومین پیروزی پیاپی در مرحله نخست مسابقات مقدماتی المپیک 2016 را کسب کرد که تنها گویا 300 نفر بنابر آماری 3000 نفر ایرانی برای دیدن این بازی به ورزشگاه آزادی رفته بودند این در حالی است که در استقبال چشمگیر از سوی تماشاگران افغانستان بیش از هزار نفر به ورزشگاه آزادی آمده بودند و در طول مسابقه از تیم خود حمایت کردند. ورزشگاه آزادی مدت هاست که حتی در دیدارهای پرسپولیس و استقلال و رقابتهای تیم ملی نیز پر نشده است. تعداد تماشاگران ایرانی نیز به نوشته خبرگزاری ها به 300 نفر نمی رسید. در ماه اخیر تعداد تماشاگران بازی های لیگ ایران به سختی بیشتر از ده هزار نفر می شد. ادامه آن سوی خبر رویدادی زیست محیطی و تأثیر بارانهای بهاری بر حوزه های آبریز ایران معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت خوشبختانه در روزهای پایانی اسفند ما جبهه های بارشی مناسبی در کشور شاهد بودیم که کمبود بیش از حد بارش در برخی استانها را کاهش داد مانند بندر عباس که نزدیک به 19 میلیون متر مکعب آب در صد میناب وارد شد به گزارش پایگاه اطرارستانی وزارت نیرو رحیم میدانی با اشاره به وضعیت بارش در شش ماه نخست سال از ابتدای مهر تا پایان اسفند ماه می گفت متعهد شدیم امسال در هیچ شهری نوبت بندی آب نباشد. ما در بخش تأمین آب شهرها مطابق با سناریوی سال گذشته خود را برای یک سال با بارش کمتر و آبهای روانه کمتر آماده و با این پیش بینی های لازم را برای عبور از تابستان سال 94 طراحی کردیم معاون وزیر نیرو میگفت در شش ماهه نخست سال آبی جاری 131 میلیمتر بارش داشته ایم که این میزان بارش در مقایسه با زمان مشابه متوسط 23 درصد کاهش نشان می‌دهد و بخش سخت کاری است که این میان سنگین کشوری است برای نمونه در حوزه آبریز بزرگ مانند خلیج فارس و دریای عمان 47 درصد در حوزه فلات مرکزی 24 درصد و در حوزه مرزی شرق و هامون نیز 15 درصد کاهش بارندگی داشتیم آقای میدانی در این رابطه اشاره می کرد که وقتی بارش ها کاهش می یابد روان نیز به مراتب بیشتر کاهش نشان می دهند. به طوری که همکنون شاهد کاهش 50 درصدی آب‌های روان در کشور هستیم بنابراین تا این مقطع از سال آبی چشمانداز خوبی نداریم و در پایان آن سوی خبر برمیگردیم به خبرهای کشورهای عربی و منطقه تظاهرات ضد تروریستی در تونس هزاران نفر از مردم تونس امروز در مخالفت با تروریسم به خیابان ها آمده بودند تظاهرکنندگان پرچم های تونس را حمل میکردند و شعار میدادند که تونس آزاد است تروریزم باید برود ما نمی ترسیم و ما همه باردو هستیم آنها به سمت موزه باردو راهپیمایی کردند که اخیرا هدف حمله قرار گرفته بود. در حمله مردان مسلح به این موزه تاریخی کشور تونس 11 روز پیش اتفاق افتاده بود. 21 تونس... تونسی و همینطور توریست هایی از کشورهای بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و کلمبیا کشته شده بودند. امروز برخی گروه های چپگرا تظاهرات را نیز تحریم کردند. آنها به حضور یک گروه اسلامگرای تون رو اعتراض داشتند که به عقیده آنها به افرادگرایی مذهبی دامن می زنن. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت از شما بینندگان به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز که شرح تکمیلی و تفسیری اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر است این جانب از محضر یکایک شما خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و از سویه های تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود